آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس روز جمعه گذشته اعلام کرد که شمار ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال 2022 نسبت به سال قبل 64 درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال 2016 رسیده است. به گزارش این آژانس 330 هزار ورود غیرقانونی در سال گذشته ثبت شده که 45 درصد از آنها از مسیر بالکان صورت گرفته است. از این میان تعداد شهروندان سوری به حدود 94000 هزار نفر افزایش یافته است. فرانتکس در بیانیه اعلام کرد این دومین سال متوالی است که شاهد افزایش شدید ورود غیرقانونی هستیم. افغانستانی‌ها و تونسی‌ها در مجموع 47 درصد از موارد ورود غیرقانونی را تشکیل دهند که نسبت به سال قبل 136 درصد افزایش یافته است. مسیر دریای مدیترانه دومین مسیر پرتردد مهاجران غیرقانونی است که حدود ده درصد از آنان را زنان و نه درصد از آنان را زیر سن قانونی تشکیل می دهند.